عجب صبونه ای؟ سلام نداشت. سلام. سلام بابا، دست درد نکن. میخوای من برسونمش مدرسه؟ چیه؟ امروز نکنه خیال داری که تو بزنی به ماشین فرمانده؟ پدر من، چند بار بگم من پشت فرمون ننشسته بودم، چرا باور نمی کنی؟ امیر راست میگه بابا، دست فرمونش حرف نداره. بذارم روز امیر منو برسونه مدرسه. لازم نکرده، تو هم بهتره به جای رسوندن حمید به مدرسهش بلنشی بری لباساتو جمع کنی، فردا باید رایش ترون کارخونه پلاستیک سازی. بله، جایی که آدم شی. افسره خیلی آدم خوبی بوده، بالا زدی به ماشینش بلد کرده. امیر، همه جوره لاتبازی از تو دیده بودیم الا این یکی. ولی من 24 سالمه، بچه که نیستم. جدی؟ یادم باشه که واسه اسفند دود کنم. راستی اون موهای مسخرت هم کوتاه میکنی که فردا رئیس کارخونه نگه از جنگل فرار کردی. اصلا ولش کن، کوتاه نکن، چی کارت میکنه؟ میخواد دارت بزنه؟ آقا تا حالا هیچ‌وقت رو حرفش حرف نزدم. پس بگو، باید یه دوره فشرده کلاس حالگیری واسهت بذارم، اون وقت تو هم مثل من حرف تو خونه خریدار پیدا میکنم. انگار نه انگار اینا هم یه روزی همسن سال ما بودن. یه روز عکسشو پیدا کردم، این هوا مو داشت. بس مو نبود، لونه گنجش بود. باز تو دهنتو باز کردی؟ چرا میزنی؟ تو هم با این اخلاقت خواستم یه حالی کرده باشیم. ناسلامتی بچه ما مهندسه این من بکرد. البته مهندسه دوزاریه خیابومت کن. خودش را برا میره آلمان و فرانسه و بلژیک و کوفت و زهرمان، اشغالشو میکنه. هر وقت هم کارش دارم ترلیش خراب شده و تو جاده مونده. من که میدونم کجاست، فکر میکنه من خرمو نمیفهمم. 4 سال نه سگ جون کندیم، اون همه پول خرج کردیم تا مهندس شدیم. حضورت بریم کارگری. بی خیال مهندسی، آخه مدرک دانشگاه آزادم شد مدرک. ما چه خری بودیم به خاطر این مدرک درپیتی اون همه پول خرج کرد. نمیتونی دهنت ببندی تو؟ بابا جون دهن ما هم اینجوریه، زیپ نداره. دشت و صحرا پر از گل و سبزه، اگه خیم که دریا بگم بهتره دویه. گیلن گیلن مرز دلیه، هیچ جای دویه نیم
خاکره میرزه من استم میرم نانم که جره هر جشم هنه بیرتن گیلن گیلن مرز دلیران هیچ جای دنیانی به مسلمی گیلن 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 مرز دلیران هیچ جای دنیانی به مسلمی گیلن. سلام، مشکلی پیش اومده؟ یک ساعته که لاستیکم پنچر شده، هرچی هم میخوام به پدرم اطلاع بدم این موبایل لعنتی راه نمیده. اگه بخواید میتونم کمکتون کنم. ممنون میشم. بله سلام خودم هم. بله بله شما باید با مادرم تماس بگیری. خواهش میکنم یادداشت کنی 229 45. تموم شد. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. سلام قربان. سلام. بفرمایید. اینم هم اتاق جدید شما. سلام یارم. خیلی خوش اومدی. بفرمه داخل. بفرمه. خیلی ممنون. چرا متوجه نیستی شهاب؟ اون که بچه نیست و براش تصمیم میگیری. تازه اصلا از حسام خوشش نمیاد. بعد از ازدواج عاشقش میشه. اینو مطمئنم. ببین کی داره از عشق بعد از ازدواج حرف میزنه. خیلی زود جوونی تو فراموش کردی آقا شهاب. زمانمو با حالا فرق میکرد خانم. اینو بفهم. به دخترتم تفهیم کن. چطوره هرچی میخواد باید بگم چشم. اون ور رو حرف من نبیاره. همون که گفتم. تو هم به جای بحث با من به اون دخترت از خر شکلی بیارش پایین. نمیخوام دستی آدم بیگانه بیافته. چه استدلالیه که داری شهاب؟ چون حسام برادرزادته اصل باید تن به این ازدواج بده؟ نه تنها اون برادرزادمه بلکه جوان لایقیه. مطمئنم به خوبی میتونه دختر و ثروتم محافظت کنه. پس میشه بگین تکلیف عشق و محبت این وسط چی میشه؟ دست بردار توران. چیه؟ یادت رفته خودت به خاطر من کارت به بیمارستان کشیده بود. حالا که نوبت دخترت رسیده همه چی شده مسخره. واقعا متاسفم. نه برای تو، برای خودم. من و تو خیلی از هم دور شدیم شها. خیلی. بله. خفه شو عوضی. کسافت سهدی من قلبم لفتم میزنی و به حد بگم من چیزی که بگم نمیرس چه خصوصی نفرگی را بیان میکنم یه بارت سبزنجه بسیارم خوبیم خوبیش کسی نفرگی. مگم میتونم بپرسم اسم شما چیه؟
خاموش کن، میخوام بخوابم. چشم، خاموش منم. ببخش مزاحم خواب تو رو افتم. آخه ما دارم واسه لیسانس میخونم، مجبورم شبا بیدار بشم درس بخونم. ببخشید. امروز رفتم سر قبر مامان. تو خودتو تو دنیای خودت غرق کردی، همه چیزو از یاد بردی، خیلی چیزا به من ثابت شد، خیلی چیزا. خودت خودش انباویز کردی بود. لابد میخوای بگی اونم تقصیر من بود. امیر جان، اون منو واقعا دیوونم میکرد. باعث بانی چلاخ شدن پای حمیدم مادرت بود. لابد اونقدر یادت هستش که نخواهی بگی بابا داری دروغ میگی. من و مادرت با هم دیگه 10 سال زندگی کردیم. تو این 10 سال فقط یک دفعه با هم رفتیم بیرون، یک بار. مسئله طلاقم علکی من پیش کشیده بودم که شاید سرش بخوره به سنگ و برگرده سر خونه زندگی، که من و تو با حمید اینجوری سرگردون نشی. ولی اون هیچ وقت نتونستم فراموشش بکنم. خیلی سعی کردم ولی نتونستم. به خاطر همینم بود که هیچ وقت نذاشتم پای هیچ زنی توی زندگیم باز بشه. این وقتا دلم احواشو میکن. پس اگه اشتباه نکنم تو با پارتی میده اینجا ها؟ آب میخوری؟ دوست بابام یه آشنایی داشت اینجا، یه نامه نوشت، منم اومدم اینجا. اوزا اینجا چطوره؟ اوزا چیشو میخی؟ اوزا اینجا دیگه، کارش و اینا سخته؟ نه یه را اگه عاشق کارگاشه تو هم خیلی هم آسونه. ولی خب میدونی بس سر تلاک خودت باشه دیگه. بعد یه چیز بهت بگم، اینجا فقط به موضوع یک بچه پر رو باشی. اسمشم ناصره، دیدش که امشه موقعان که خبرچین سرپرست بلا ما که نمیدونم گناهش به گردن هم اونایی که میگن. اینجا سرباز خونه هست؟ یاره اگه اینجا بخوای زیرابیره از سرباز خونه هم بدتره. ای بابا، بعد چی میگفتم برای بچه های تهران همشون با حاله؟ بلا چی بگم نمیدونم.
میتونم یه سوال خصوصی ازت بپرسم؟ هاکی میتونی بپرس. تو دختری چیزی تو زندگیت هست؟ خب چطور میگه؟ همینجوری میخواستم بدونم، اگه نمیخوای نگو. نه یاره بهت مگم. آره یکی تو زندگیم هست. دوستش داری یا سرکاریه؟ نه یاره دوستش دارم. یعنی جدی جدی عاشقشی؟ ها ما جدی جدی عاشقشم. البته خودش نمیدونه. میدونی به خاطر اینکه زیاد تحویلم نمیگیره. خب البته میگم شاید به خاطر اینکه ما نمیتونم پا با پاش باش بودم یا جلی دوستاش روش نمیشه با ما را بره. خب حقم داره دیگه. خب ولی فکر کنم تو ماشالله ماشالله یه چند تایی زیر سر داری دیگه ها؟ یعنی به هم میاد همچین آدمی باشم؟ خب اگه ناراحت نمیشی باید بگم آره بهتون میاد. نه تو این خطا نبودم، البته تا دیروز. میشه بهت اعتماد کرد؟ ها اینه چشا. راستش دیروز که داشتم میومدم کارخونه تو جاده باش آشنا شدم. پنچری ماشینشو گرفتم. ببینم به چراغ سبز نشون داده یا نه؟ آره شماره تلفنم بهم داده. خب یاره پس چرا واسدی؟ یعنی چی واسد؟ خب برخیز برو بهش زنگ بزنه دیگه. خب تبلی بشیم الان دل دل چیز منتظره تو الان با خودش میگه نگاه یاره چقدر بیارزه است. خب برخیز دیگه. یعنی تو میگی تماس بگیرم؟ ببینم اون شماره تلفن رو به تو یادگاری داده؟ ها؟ راستش یه جورایی دو دلم. ترسم الان زود زنگ بزنم دختره دیگه. بی خیال یاره بی خیال. میدونی عشق به همه خطرش میارزه. عشق مثل لسیدن عسل میمنه رو لبی تیغ اینجوری. میدونی چه مزه میده ها؟ تو همه چیزهای عالیته. بالاخره به ما میگی یا نمیگی؟ چیو؟ آه من امیرم. ما یا محمد ولی اینجا صدام منم پروفسور. صحبت بخیرم. چی بود؟ چی رو قایم کردی؟ حالا نامعلم شدیم لوتی؟ چیزی نیستش که بدنی یک عکسه. عکس؟ نکنه عکس دوست دخترته. نمیخوای به داشت نشونش بدی؟ چرا خب نشونت مدام ولی خب آخه بده زود باش بده. مگم خوشگله؟ آره خیلی بهت میاد. دست در نه بنز کافه داره دیر میره. تو لباساتو بپوش تا حاضر آماده میشه ما بروم یک چیزی بیاریم اینجا با هم دیگه باخر ما برم باشه؟ برو دست در نکنه. مگم یاره تو تا بخوای مخ بزنی گلو خوش مره. ما برم اینجا دو تا میوه بگیرم یام دیگه. خب برو. بگم با کلاس حرف بزنی. خب برو. سلام لطفا اگه میشه قطع نکنید.
من امیرم، همونی که پنچری ماشینتون رو گرفت. شماره من رو از کجا آوردی؟ موضوع مرگ و زندگیه، من حتما باید شما رو ببینم. سلام است، سلام بچه ها، شما خوبه؟ بره پرسور بفرمی رب نبه، بفرمی بگم شما هم بخوری من را تو بگیرم ها بفرمی تو رو خدا تعرف نکنم، برم از خدا بگیرم. خب شما این طرف چی کر بینید؟ بگم خودم تا حالا اینجوری آب میوه نخورده بودم خوشمزه. آره خوشمزه. میگم یه آقا داره ماشین شما رو سیخالی منه. شکرت. اصلا که یاد رفتی داده شده چی اومده بیرون ها بابا مگه تلفن رو باش صحبت نکردی تو چرا ولی ولی چی ها خواه اگه باش کم صحبت کردی بقیه شو میریم کارخونه باش حفظم اون مسئله کم و زیادی صحبت نیست قرار گذاشته منو ببینیم کجا با تو قرار گذاشته پارک گلستان خب یه رفت چرا اومدیم دیجه کجا داریم دوره؟ نه زیاد راه نیست میریم سری دوجه ولی با این صورت خونه که نمیتونی بری که زود میرسیم یا نه؟ آره زود میرسیم بگم یاره این ناصر هم دیوانه یه رفته چهار نفر آورده که ما رو بزنه شانس آوردیم که کل بچه های کارخونه رو نیبرده دیجه و اینم بدنی چی میشد؟ یا کل بچه ها مزدن ما رو شلو بل میکردن یا ما مزدیم کل بچه های کارخونه رو شلو بل میکردن من خواهد تعدل برام هیچ تو میرفتی ولایت خودت ما هم میرفتی پیش ننه خودم سلام خیلی خوب منظورتون از اینکه گفتی موضوع مرگ و زندگی چی بود؟ شما همیشه اینقدر عصبانی هستید؟ بستگی داره به چی؟ بهتره موضوع رو عوض نکن راستش من از شما خوشم اومده مگم ماشالله به چش خواهری چه خوشگلا چی؟ پس هم میفهمی چی داری میگی؟ بهم میاد آدم نفهمی باشم چی شده همه؟ اتفاقی افتاده؟ نکنه بازم سرکله ناصر و دوستاش پیداشون شده آره؟ پدر ناصر رو داره دستش یه رو بدتر از ناصر یا ما برسا فکر کنم دارم بدبخ میرم دوباره مثل آدم حرف بزن ببینم چی شده یه رو تو اصلا بدنی که بود ها
اصلا مدنی پدر این کی بود اینو میشناسی؟ او من همش چند روزه دیدمش. چطور انتظار داری پدرشو بشناسم؟ ها خودم مدنیستم که پدر اینو نمیشناسی وگه نه؟ لالا بابا حرف بزن ببینم چی شده؟ اره جا این دختری که تو میبینی میدنی کیه؟ دختر آقای غریبیه، دختر صاحب کارخانه، میفهمی صاحب کارخانه؟ آه حالا حق دارم بهت بگم هم بد وقت رفتم ها بیچاره؟ به خدا اگه بخواد بیشتر از این به من فشار بیاره خودمو میکشم. حالا ببین که اینو گفتم. این چه حرفیه که میزنی عمه جون؟ تو که بچه نیستی. چند وقتیه که دانشگاه شروع بشه خودم پدرتو منصرف میکنم. چه میدونم اصلا بهش بگو که تا وقتی درس تموم نشده نمیخوای ازدواج کنی. اونم مجبور قبول کنه. حالا اگه پسر خوبی بود دلم نمیسوخت، ولی امیدوارم بتونم از خر شیطون بیارمش پایین. خب حالا دیگه بهتره بری بگیری بخوابی. قربون اون چشای آبیت بشم. سعی کن دیگه گریه نکنی. یا البته گریه برای چشات خیلی خوبه. برو بخواب عمه جون. شب بخیر. خانم دکتر کاروبار چه خبر؟ ای بد نیستش، تازه اولش مال تا را بیفتیم کلی مونده. خب توران جون دستت درد نکنه. کجا؟ تو که هنوز چیزی نخوردی؟ والا حرفای شوهرت اشتهامو کور کرد. من میرم از عسل خدافظی کنم. اصلا واقعیت رو به پدرت بگو. بگو چه آدم کثیف و لشیه. دختربازی و خوشگذرانی که به نظر بابا لشبازی نیست. اصلا به خود حسام بگو. بگو یکی تو زندگیت هست امکانش از سر غیرت بیاد و دست از سرت برداره. من یه کسی رو ندارم عمه جون. خب یه دروغ مصلحتی بگو جونم. ها خوبه؟ دیر که نکردم. ببین حسام، میخوام بدون رو درواسی باهات حرف بزنم. خب چی شده؟ من نمیتونم باهات ازدواج کنم. بهتر دست از سر من برداری. ماشاءالله برای پسر به خوش تیپیه تو که دختر زیاده. دور برات هم که کم شلوغ نیست. با یه کسی دیگه ای در میونه؟ من تازه دانشگاه قبول شدم. تا 4 سال دیگه هیچ تصمیمی راجع به ازدواج نمیتونم بگیرم. پرسیدم پای کسی دیگه ای در میونه؟ میتونی اینجوری هم فکر کنی. ولی همون به من قول داده بود. پدر قول داده، من که قول ندادم. دادم؟ ببین تو نمیتونی با زندگی من بازی کنی. هیچکی نمیتونه با زندگی من بازی کنه. هیچکی میفهمی؟
سلام. یا امام رضا چی شده؟ قربان نمیدونم چه بلایی سر اومده، همینجوری دماغم خونریزی به نخونشون من نمیان، نمیدونم چی کار کنم. ببین تو رو خدا حداقل یه دقیقه به حرفام گوش بده، به جون مادرم من. سلام آقا، تو ندیدی که این بیچاره خونریزی کرده؟ قربان ایشون تو خواب بود، اصلا خبر نداشت که ما چه اتفاقی برام افتاده. آره من خوابیده بودم. بله میگم که امشب خیلی زحمتون دادم، دست شما درد نکنه قربان. خب بگیر بخوابی، فردا یادم میاد بفرستم درمون کن. چشم قربان، چشم، حتما. شبتون بخیر. میشه به همه چی شده؟ هرچی بود یاره به خیلی گذشت. خب حالا تو به ما بگو چی کار کردی؟ بهت خوش گذشت؟ تو خیلی با معرفتی احمد، خیلی. بله. سلام، تو رو خدا قطع نکن، من مزاحم نیستم، با حداقل یه دقیقه به حرفام گوش بده. چه اشکالی داره؟ یه مدت منو امتحان کن، شاید همونی باشم که تو دنبالشی. ولی تو از کجا میدونی که من نامزد ندارم؟ میدونم، قلبم به من دروغ نمیگه. اینجوری شد دیگه ندیده بودم. میشه یه خواهشی بکنم؟ تو که نیاز به خواهش نداری. یعنی دستو فهمیدید که حرف دلمو بزنم دیگه، درسته؟ تو رو خدا فقط نه نگیم. تو که هنوز چیزی نگفتی. میگم، اول قول بده. تو نوبری به خدا. میشه جامعه تو پارک جمشید یه ببینمت؟ تو رو خدا. خندیدی، سر ساعت دو منتظرتم. داشتم با خواهرم صحبت میکردم آقای یعقوبی. جدی؟ چند ساله که ندیدیش؟ منظورتون نمیفهمم. هیچ اشکالی نداره، کاری میکنم که بفهم. برای شروع میشه اسمتون رو بدونم؟ فکر نصری. نصری میاد نمیاد؟ حالا برو سر اصل مطلب. اصل مطلب رو شما باید بگید، من همه چیز رو گفتم. فقط میتونم بهتون قول بدم هیچ وقت کاری نکنم که پشیمون بشید. من باید فکر کنم. میشه اسم واقعیتون رو بدونم؟ باشه، برای وقتی فکر رو میکردم. باشه، حتی شما بخواهم. بله. سلام، من امیرم. امیر کیه؟ همون بچه پررو دیگه. چیه، کاری داشتی؟ حتما تو حالا فکراتو کردی، مگه نه؟ حالا تو رو خدا جواب منو بده. به یه شرط حاضرم. هر شرطی که بگی قبوله. قول بدی با هم صاف و صادق باشی مثل دریا.
قول میدم صادق ترین آدمی باشم که در تمام عمرت دیدی. میتونی از این به بعد اصل صدام کنی. نمیدونم چرا موقع تو گونه آخره. خبرتونه؟ یک ساعت از خاموشی گذشته. موقعم یک ذره بدنم خوش رفته بود، گفتم یک کم ورزش کنم چون سر حال بیام. ببخش موزم خوابتو رفته ما. خجالت نمیکشی؟ چرا راستش بخواه الان یک موقع خجالت نکشم. بانه چون جمعش کن بگیره مخوابی. یا امرسا هم باید بخرفتیم هم بیچاره. چی شده؟ یه حسام، پسر یعقوبی. حسام؟ اون ما رو از کجا میشناسه؟ یه رو ما رو که میشناسه که کو؟ اونجا نشستی رو برو بریم امیر، بودو پسر یعقوبی چه ربطی به تو داره؟ بریم تو رو خدا، بعدم بهت میگم، بریم. با این عوضی اینجا چیکار میکنی؟ با تو هم کثافت. حرف بزن. چرا لالمونی گرفتی؟ تو به خاطر این تنه لچ به من جواب ندادی نه؟ با! امیر ولش کن پسر عمومه. یه را چرا دعوا میدی؟ ولش کن! اعتماد من و مادر سو استفاده کردی. من دختر باشعوریم، هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم از اعتماد تو و مامان سو استفاده کنم. مطمئن باش 15 سالم هم نیست که احساسم به منطقم غلبه کنه. بزرگ شدم. تو رو خدا چشاتون رو باز کنین، منو ببینین. چرا نمیخواین باور کنین که منم میتونم برای زندگیم تصمیم بگیرم؟
تازه؟ میخوری؟ چی باشه؟ شما چی باشه؟ کوکا. خیلی درد میکنه. مهم نیست. بهتره به جشنمون فکر کنیم. جشن؟ تولدت مبارک. آره تو از کجا فهمیدی؟ فهمیدم. کار اون احمد دنلقه. دوست خوبیه. قدرش شده تو. حالا چی میشه؟ نمیخوام راجبش صحبت کنی. بازش کن. باشه. ولی... ولی بی ولی. بازش کن. دیوونه ای؟ چرا چیزو به این گرون قیمتی خریدی؟ نگفتی پدرت اگه؟ از پول خودم خریدم. ولی من اصلا راضی نیستم همچین چیز گرونی برام بخری. بهتره پسش بدی. مثل اینکه تو عمدن میخوای امروزمونو خراب کنی نه؟ آخه بهتره تمومش کنی وگرنه قر میکنم میرم. باش قبوله. بیا شماره موبایلت. دست درد نکنه عسل خانم. خیلی کرتین. ما بیشتر. چطور به خودت اجازه دادی با برادرای من حسام بندازش بیرون کسافت عوضی را؟ برو بیرون حمال بیشوز. بیرون! احترامتو نگه دار. اصلا اگه احترام خودم رو نگه ندارم میخوایی چی بود؟ حسام پسرم چه با کردی کسافت؟ بده بخوری گره این پسر احمقه بگید نره بیرون. چرا؟ بابا موسی چیکار کنه؟ تا اجازه تو ندادم حق بیرون رفتن از خونه رو نداری. میشه خواهش کنم اینقدر بهش فکر نکنی؟ همه چی درست میشه. قول میدم. حالا یکم استراحت کن. باشه؟ امیدوارم خوابای خوب ببینی. شب بخیر. خوابای خوب ببینی. استراحت کن عزیزم. شب بخیر. بله. سلام خانم غریبی. من امیرم. لطفا قطع نکنید. فقط به من بگین حال عسل خوبه؟ پدرش همه چیزو فهمیده پسرم. بذارین برای آخرین بار صداشو بشنوم. من از محبت مادرها هیچی نمیدونم. چون هیچ وقت نداشتمش. ولی میدونم همه مادرها مهربونن. همه مادرها میدونن عشق یعنی چی. پس نذارین ناامید برگردم. گوشی رو نگه دار. سلام سلام. چطوری؟ خوبی؟ امیر میخوام اجازه بدی از زندگیت برم بیرون. نمیخوام بیشتر از این باعث آبروریزی تو و خانوادت بشم. من بدون تو نمیتونم. اگه تو رو ازم بگیرن خودمو میکشم. تو فکر میکنی دور شدن از تو برام آسونه؟ من حاضرم بمیرم تو زنده بمونی. حالا میخوای از پیشم بری؟ من نمیذارم. قطع کن اصل. بابا تو من موبایل تو همیشه روشن بذار. موسیقی
اگه زودتر اصل و عقد کرده بودیم دیگه هیچ مشکلی نداشتیم. ما که از خدامون بود، خودش امروز فردا میکرد. بازم دیر نشده، باید به هر ترتیبی که میتونی اصل راضی کنی با اسم ازدواج کنه. چرا متوجه نیستی شهاب؟ دخترمون یه هفته از لب به غذا نزده، وقت شما نشستین اینجا مدام درباره ازدواج صحبت میکنی. در هر صورت مادرها بهتر زبون بچه‌هاشون رو میفهمن توران جون. دقیقاً برای اینکه بهتر میفهمم دارم میگم، محال اثر زیر بار ازدواج با حسام بره. تا اون پسر بیشعور خودشو کنار نکشه امکان نداره اصلا موافقت بکنه. چطور ممکنه آدم با کارگری پدرش دوست بشه؟ برای من اصلا قابل هضم نیست. بهتره همه چیزو بذاریم با دیگه. تا دو روز دیگه این پسر رو پیداش نکنه کارخونه اخراجت میکنم. ولی قربان ما قسم مخرم نمیدونیم تو کجاست. نه تو میتونی پیداش کنی، آخون بهترین رفیق توه. نه نگران نباش پسرم، مطمئن باش این روز و فردا احمد آقا هم پسر رو میبینه، اگه نه میتونی روش حساب کنی. وقتی فکر نکنی واسه خودم بگو ما مارا اگه از اونجا اخراج کنن فدا یک تارمون. تو رفاقت در حد ما تکمیل کردی رفیق، ما فقط مگم شاید یک چند درصدی برای خودت بهتر بشه. تو که چیزی از دست نمیدی ها. مگم میخوای به یعقوب بگم یک جای رو مشخص کنه بیاین دیجا همدیگه رو ببینی ها؟ بهتر نیست برا؟ نمیخواد، خودم میام. من که دیگه چیزی ندارم از دست بدم، میام ببینم دیگه چی میخوان بارم. حالش چطوره؟ کی؟ عسل؟ ها ببینیش؟ اگه میدیدمش حال روزم این نبود. دلم بد جوری هواشو کرده احمد، بد جوری. میشه ازده خواهش منم؟ بگو. ما میخوام که سر صورت یک اصلاح بینی، یک لباس مرتب هم بپوشی بیای کارخانه. آخه ما دوست ندارم اونا زاری تو ببینن لذت ببرن. این کار رو به خاطر ما منی داداش ها؟ باشه رفیق. اگه این کار نکنه دلم میگه پیشت باشه جیب من رو تو نداری یه رو ها؟ گوشی لطفا. بله لطفا. آقای یعقوبی، آقای امیره میتونی مدرم کارتون بسما بفرستید تو، چایی هم برای ما بیاری. مرسی. بفرمی. سلام قربان. سلام. سلام. بفرمی بشین. شما هم برو سر کارید. چشم. اولی که از بابت اتفاقی اون رو افتاد واقعا ناراحت. خب دست خودم نبود. مطمئنن واسه عذرخواهی منو دعوت نکردید اینجا. درسته؟ ببین عسل و پسر من با هم نامزد هستن. من مطمئنم این موضوع عسل از تو پنهان کرده، وگرنه هیچ آدم باغیرتی دستش رو دختری که صاحب داره نمیذاره. حالا هیچ دیر نشده،
میدونی فکراتو بکنی برگردی شهر خودت. شما آدم دروغگویی هستید آقای یعقوبی. اصلا هیچ وقت به پسرتون علاقه نداشته. من همه چیزو میدونم. مثل اینکه تو کلت به جای مغز گچ ریختن. چرا حالی نیست میخوام کمکت کنم؟ بذار یه چیزی رو برای همیشه روشن کنم. تا وقتی که اصل منو بخواد من کنارش میمونم. برو بیرون، برو بیرون. الو الو حسام. الو صدام قطع و بس میشه. الو الو الو. خیلی خوب تونستی کاری کنی پسر گورشو گم کنی یا نه؟ این پسر احمق اینجا بود، به هیچ وقت زیر بار نمیره. الو الو حسام. من امیرم. شدی؟ تو بیا دیگه. Thank you.
سلطان. سلطان. همین عاشق خان. بگیر. روزی یه دفعه سر ساعت 10 صبح بهش تزریق میکنیم. بگیر. ولی این که باشه من کمه ناشو خوام با وفا. نگران نباش، کم آوردی میدم بچه ها برات بیارم. از کجاشی؟ از خودم بدم. بگیر. حالا شد یه شیجی. تا که ادامه بدیم حسان خان؟ تا وقتی که دیگه نتونه ترک کنه. میفهمی که فقط یه خورده خیالم از بابت این پسر احمد ناراحت. خاطر جمع باشه. اون مثل موش تو دستای پدرمه. آقا یه چیزی دیگه، این مرض زیاد آفتابی نشه. بله بله. علی اگه میشه خودتون زحمت رو بکشید. ممنون میشم. نه تشکر میکنم. خداحافظ. بخور. چه خبر؟ همه چی رو برا شده. یه اون پسر احمق نمیدونه صد راهمون بشه. منظورت چیه؟ تا یه هفته دیگه برای همیشه از زندگی اصلا میره بیرون. امیدوارم کاری نکرده باشه که گرفتار عذاب وجدان بشه. نه داداش، خیالتون راحتی راحت باشه. میخوام تنها باشم. سرم یکم درد میکنه. میخوای یه آرام بخش برات بیارم؟ نه خوب میشم. خدا حافظ. سلام. چطوری تو رو؟ اصل چطوره؟ خوب آروم باش. میخوای یه هفته ببریم شمال؟ هست میگه چی کار کنم؟ من که هرچی میگم یه اما جلوش میذاری. ببخشید قربان. برو بیرون. بیرون! نه نه با تو نبودم. باشه تماس بگیر. خداحافظ.
من شبو بگی این سمیه چند روزش چطوری بچه پر رو باشه بگذره کار داشتی ما دمه داریم همه دخترم چطوره دکتر؟ حالش خیلی بده. سریع هم بس بستریشه. با کله شرقی چیو میخوای ثابت کنی؟ میخوای همینطور انقدر ادامه بدی تا خدای نکرده زبونم لال؟ نگهدار. گفتم نگهدار. دیوونه شدی؟ زده به سرت؟ تو این بارون نگه دارم که چی بشه؟ آره دیوونه شدم زده به سرم گفتم بهت نگه دار و الادر رو باز میکنم و توران توران نرو بیا برو بشی مال و منال قلب مهربون عاشق تو تبدیل به یخ کرده بابا اگه من اصرار میکنم فقط برای اینه که مال و منالم دست یکی دیگه نیفته هرچی باشه اون برادر زادمه چرا نمیفهمی؟ به چه قیمت؟ به قیمت از دست دادن جیگرگوشمون خواهش میکنم دوران بیا برو بشین میریم خونه میشینیم با هم صحبت میکنیم بیا برو سرما میخوری نه تنها برو من دیگه نمیخوام کنار تو باشم تو حتی سعی نکردی که منو اصلا بفهمی ما میریم دنبال زندگی خودمون تو هم بهتره بری به چسبی به همون برادرزاده ناتنی تو ثابت کردی که برای اون بیشتر از بچه درزش قائلی باشه توران کاهش میکنم برو بشین قول میدم بابا غلط کردم خوبه برو بشین تو ماشین باشه جبران میکنم دیگه برو بشین تو ماشین بابا همه دارن نگاهمون میکنن برو بشین خواهش میکنم توران با این جوون این کارو بکنی من به خاطر آینده اصل خودم این کارو کردم به چه قیمت به قیمت نابودی جوون این همون کسی که باعث مریضی اصل و به هم خوردن خانواده شد خودش خواست که این بلا سرش بیاد من باید بهش حالی میکردم که نباید با فامیل ما در بیفته بهتر منو وارد کسافت کاری خودت نکنی برو بیرون برو بیرون شما داری زود تصمیم میگیری ناموجون میگم برو بیرون ببرش بیرون بری مگه شما همینو نمیخواستین حالا میتونین خوب نگاه کنین که با منی که تنها جرمم عشق بود این کارو کردین بهتون تبریک میگم دستتون در نکنم See?
تو چه ناراحتی؟ خواهش میکنم تو رو بهش کن. خدا شاهده من هیچ تقصیری نداشتم. اون پسره احمق نه تنها تو رو بدبخت کرد، بلکه ما رو بدبخت کرد. زندگیمون ازم پاشون، اصلا من داره میمیره. اما 15 روزه که نه به هیچ چی نزده، فقط زرو. دکتر ازش قطع امید کرد. فقط تو میتونی نجاتش بدی، فقط تو میتونی اونو به زندگی برگردونی. باید کمکم کنی. چیه، حالت خوب نیست؟ چیزی نیست، انگار دارم سرما میخورم. خوب میشم. تو که خوب باشی منم خوبم. خودم میخورم. خوبی؟ قربونت. چه خبر؟ ای خوبه رایی؟ مرسی. این همین موردیه که تلفنی صحبت کردیم. مشکلی نیست، مطمئن باش مثل روز اول بهت برش میگردن. کار نداریم. مطمئن باش سمی رو که در مدت 2 ماه به تو تزریق کردم در 24 ساعت آینده از بدنت خارج میکنم. Allah'a emanet olun.
سلام برو. سلام. چیکار داری؟ اومدم خدمتتون. اگه میشه حال امیر رو بپرسم. آخه میدونی آقای مهندس همش تقصیر ما بی. من همیشه میدونم. اینا میدونم که تو هیچ گناهی نداری. بگی بشین. نمیخوام. امینجا راحت. میدونی آقای مهندس همش تقصیر ما بی. اگه اون روز ما ازش نمیخواستیم بیاد کارخانه یه اتفاقات نمیافتاد. شما که خودت بهتر میدونی که ما یک پدر مادر پیری درام برای اونا زحمت میکشون. ما که کسی ندارم. اگه یک ما برای اونا پول نفرستم زندگیمون از بین مره. به امام رضا مام خواستم کمکش کنم. فکر کردم اینجوری برای خودشون بهتره. به خاطر همین گفتم بیاد دیجه. ما که دار دنیا کسی ندارم. اون مثل داداش بید برای ما. مایم داداش اونو الان میخوام کمکش کنم. آی مهندس تو رو خدا بذاریم برم کمکش کنم. دلم براش دنگ روده. من همه چی رو میدونم. اینم میدونم که تو هیچ گناهی نداری. بگی بشین. بگی بشین. آی مهندس فقط ازی بدیم ما چند لحظه بتونم ببینیم. دلم خیلی براش تنگ افته. بلون به کمک ما احتیاج داره. خیلی از ما کسی نداره. داره خودتو سرزنش نکن. اینم بدون امیر هنوزم تو رو بهترین رفیق خودش میدونه. باور کن خودش گفت همین که حالش خوب شد میبرم که ببینش. مطمئن باش. دست شما در نکن. از همه شما به خاطر همه چیز ممنونم. از شما که طعم محبت رو بهم چشوندین. عشق و گذشت رو بهم یاد دادین. امیدوارم پسر خوبی براتون باشم.
امیدوارم منو ببخش پسرم. خواهش میکنم بابا. جان بابا چیزی شده؟ هیچ. چرا آقا حسام تشریف نیاوردن؟ حسام اونقدر از کار زشتش پشیمون بود که میخواست برای همیشه از ایران بره، اما پلیس توی فرودگاه دستگیرش کرد. واقعا متاسفم. ما با بچه ها میریم تا دربند. یواش برونید، مواظب باشید. خدافظ. خدافظ. بیا این قرص بخور، سردردت خوب میشه. سردردم با این چیزا خوب نمیشه توران. منو نگاه کن، تو یه چیزی تست. چی شده؟ تو کارخونه اتفاقی افتاده؟ نکنه پشیمون شدی؟ نه. پس چی؟ چیه که تو رو اینجوری به هم ریخته؟ به هم بگو، مطمئنم میتونم کمکت کنم. نصف جونم کردی، خب بگو چی شده؟ هیچکی نمیتونه کمکم کنه، هیچکی تو رو. هر مشکلی یه چاره ای داره جز مرگ. چی شده شهاب؟ تو داری من میترسونی؟ مرگه توران، صحبت مرگه. تو داری از کی حرف میزنی شهاب؟ واضح تر بگو تا قلبم از کار نیفتاده. کی قراره بمیره؟ حرف بزن. من سلام مامان. چیه ناپولا؟ باز با بابا دعوت شده؟ کی مامان خوشگل نازم عذیت کرده ها؟ مامان بلند شو ببینم چی شده. مامان بدبخ شدیم اصلا. مامان بیا بیا تو. از قرار امروز منم تو باید تنها نهار بخوریم. مرضی همه خانم که زیاد جدی نیست، خدا کنه شیدیش نشته باشه، ولی فکر میکنم توران اصل یه چند روزی اونجا مهمون باشم. اگه اجازه بدید من برم اونجا، شاید کمکی چیزی از دستم بر بیاد. نه راستش وقتی بیماری عمه عود میکنه قیافش خیلی بد میشه، برای همین دوست نداره هیچ کی ببیندش، حتی من. خدا شفاشون بده.
تو شما سلام، چطوری شهاب؟ امیر چطوره؟ بویی که نبرده؟ نه خیلی عیفه توران، خیلی ای کاش راهی داشت کمکش کنیم. با اینکه همه چیزو براش گفتم ولی اون مصممه که باهاش ازدواج کنه. نکن دیوونه شده؟ اون دیوونه نیست شهاب، عاشقه، یا عاشق واقعی. واقعا پسر مهربونی توران، دلم میخواد کمکش کنم ولی امکان نداره اون تن به این ازدواج بده. هرچی باشه اون ایدز داره توران، ایدز. حالت خوبه بابا؟ حالا دیگه خوبم، همه چی رو به راهه، از خوشبختی زیاده. خوب وقتی اومدی بابا، مایی سفید گذاشتم تو فر، یه بخوری. چیه؟ ننقدر دلت برای بابا تنگ شده؟ بخیال تخته باز بری. اصل مهربانم سلام، همیشه عاشق بمان چرا که عشق تو را به خدا نزدیک میکند. ابا یاد خداست که احساس تنهایی نخواهی کرد. نامه ام را با گریه می نویسم اما برای خودم گریه نمی کنم. برای انسان‌های بیچاره‌ای می‌گریم که گمان می‌کنند با نابودی زندگی دیگران زندگی تو هم با آسایش و آرامش به دست خواهند آورد.
برای عزیزانی میگریم که دوری از من اونها رو زجر خواهد داد. برای تو حسن مهمانم، چرا که فرصت نشد تا محبت‌هایت را جبران کنم. خدایا منو ببخش، من از یأس و ناامیدیتم به جدایی ندادم، بلکه نمیخواهم موجود یا موجودات دیگری را به مرز نیستی بکشم، چون من عاشق همه ی آدم های عاشقم. کسی که همیشه به یادته، امیر. فکر میکنی من دوست ندارم بابا؟ من میدونم که تو میخواستی مادرمو طلاق بدی، واسه همینم اون خودشو کشت. لابد اینم دروغه. آره؟ دور گفتن تو یا سیگار کشیدن من؟ کدوم پدر؟ واقعا کدوم؟ بسته بگو! چی شده همه جون؟ خواب بد دیدی؟ الان میرم برای لیوان آب میارم. بیدار شده؟ آره. چی شده؟ چرا لباس پوشیدی؟ ماما خواهش میکنم چیزی نگی، فقط زودتر منو برسونی شمال پیش امیر. فقط 3 ساعت مونده به صبح. مامانت راست میگه امنه جون، روز حرکت کنیم بهتره. یه جوریم انگار یه اتفاقی میخواد بیفته. خیلی خوب عزیزم، الان میرم به بابات تلفن میزنم، بیاد ما رو ببر. سلام. خوبی جان؟ حال شما چطوره؟ خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید. متشکرم. چه عجب. میشه بگین آقا امیر بیان دم در؟ اتفاقی افتاده؟ چیزی شده دخترم؟ امیر خونه است مگه نه؟ معلومه، خوابه. میشه لطف کنید بگید یه چند دقیقه بیان دم؟ خب بفرمین داخل. تشکر میکنم. بفرمین. خیلی ممنون، لطف بکنید. آقای غریبی، توی اتاقشون نبودم. یعنی چی؟ ولی
یه نامه برای شما دخترم گذاشتم. معمولا صبح میره لب دریا برای تمرین. شاید الان اونجا باشه. دقیقاً کجاست؟ پشت ساختمون، لب دریا. آقا بفرمایید تو. من میرم دنبالش. وایسا با هم باز تنها میرم. از ته دلم